بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا خاتم الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد صل على محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا و أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء و لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دیشب بحث یاد خدا کردیم، عرض کردیم که حداقل از یاد خدا این است که آدم در برخورد با معصیت خدا را یاد کند، حساب کتاب قیامت را یاد بیاورد و از گناه دست بکشد. این حداقل لازم و کافی است. این برای نجات کافیه، کمتر از این مشکل ایجاد میکنه. این مقدار لازمه و کافی هم هست برای نجات. برای نجات این یاد خدا ریشه در باز دیشب هم عرض شد، ریشه در ایمان ما به خدا داره. وقتی شما به خدا ایمان داری، وقتی به گناه برمیخوری مقاومت میکنی. وقتی آدم به خدا ایمان دارد در برابر گناه مقاومت میکند. اگر این شد کامل، یعنی من توانستم در برابر همه گناهان مقاومت کنم، هیچ گناهی مرا نلغزاند، این حداقل لازم و کافیه از یاد خدا را دارم. حرف اینه من یه روزی تنهای تنهای تنها خواهم شد. ما سعی میکنیم این روز رو یادمون نیاریم، از یادش فرار میکنیم، اما واقعیت هست یه روز من همونطور که این بالا نشستم یه پرده از جلو چشمم برداشته میشه و حضرت ملک الموت منو میبره. از اون روز به بعد من تنها. تنهایی رو اصلا تصورش رو ما نداریم. این تنهایی رو، این تنهایی رو ما تصورش رو نداریم. من یادم هست، حالا نمیدونم از جمعیت شما کی میشناسه، مرحوم حاج میز اسماعیل اربابی رو شما شاید مثلا دیده بودین. این اواخر مثلا منزلشون روزه بود، منزلشون روزه نشسته بودیم، مثلا بعد از روزه میگفت من باید برم اون زیر، من میترسم. من باید برم اون زیر. همه دیدیم دیگه، تقریبا جایگاهی که اون زیر هست به اندازه ایست که تقریبا بدن ما جا میگیره. البته قبر میفرمان یعنی برزخ. برزخ شما همین اندازه است، به همین اندازه قبرته یا تنگتر از اینه، خدا پیش نیاره. برای بعضی هم میفرماین که مثل این است که توی تابوت میخوابوننش. اگر اینو قاعدتا دیدین تو ریختگری یه قالب درست میکنن، اون قالب با شنای خیلی ریزه به اندازه اون چیزی که میخوان
توش بریزن و به اندازه اون قالب در بیارن. آدمیزاد تو یه همچی جایی قرار میگیره، یه تابوتی درش بسته، تمام بدن در تحت فشار اون به اصطلاح چیزهای ذوب شده است، اینقدر تنگه. حالا فعلا اونو عرض نمی کنیم، تنهایی رو داریم عرض می کنیم. اگر ایمان آدم حد لازم و کافی رو داشت، میشه یه اونس. من اونجا تنها نیستم، یه اونسی که توی جونمه با من. گرمه، خوشه، راحتیه با منه. دیگه من احساس تنهایی نمی کنم، احساس ترس نمی کنم. حداقل اون ایمانی که نشونش این است که من در برابر گناه مقاومت می کنم، هیچ صورت زیبایی منو نمی لغزونه، هیچ حرف قشنگی منو دلمو نمی بره، هیچ مقدار که مثلا رو میز من میذارن، میگن زیر میزی، میذارن رو میز، این منو نمی لغزونه. ایمان حد اقلیه ها، یعنی حد اقل این است که من دیگه گناه نمی کنم. حداقل مقبول، حداقل مقبول، حداقل مقبول از ایمان آن وقت است که جلوی گناه را میگیرد. این میشه انس من تو قبرم. من یه رفیق دارم، اون رفیقم پیش همه. من اینو خودم تجربه کردم. مثلا فرض کن شما یه نیم ساعت زودتر میایین مسجد، هیچکی نیومده، شما میری صفحه اول میشینی یا صفحه دوم میشینی یا یه کنار میشینی، هم تو میشینی. اگه خیالات نامربوط ذهنتو گرفت که غرق شدم از این خیال به اون خیال، از این خیال به اون خیال، خوش نیستش که. خیالات نامربوط که خوشی به بار نمیاره که، حوصله‌ام سر میره. اگه خیال خوشی بود چی؟ پنج ساعت هم اگه خیال خوش باشه آدم حوصله‌اش سر نمیره. اگه اون حداقل ایمان، حداقل لازم از ایمان بود، اون خیال خوش با شما در قبرت هست، دیگه تنها نیستی. این تنهایی مسلمه. اگه من یه به اصطلاح چکش میگن به میخ زد، یکی به نعل زد، این نمیشه، به خودم اونجا کم میاره، این عنصر دیگه نداره، همراهش نیست. عنصر اون وقته که من حداقل رو تهیه کردم. جوونا، نوجوونا، تمرین کنین از حالا. ممکن روز اول آدم موفق نشه، به گناه برمیخوره، مقاومت کنه، اما روز دوم، روز سوم، روز چهارم، روز صدم اگر بجنگی، این سرانجامش پیروزی حتمیه. یعنی خدا کمک میکنه برای اینکه آدم پیروز بشه و در برابر گناه بتواند مقاومت کنه. خدا کمک میکنه، اینو کمک میکنه. سختی داره اولش، چون شما باید جنگ بکنی با شیطان، اثبات بکنی راست میگی، خدای من میخوام. خدایا یه همچی حداقلی، خیلی قیمتی این حداقلا، یه همچه حداقلی به حرمت حضرت علی اصغر علیه السلام به همه ما مرحمت کن. از ما تا پایان عمر ما نگیر.
یه تغییر تحولاتی در صحنه سیاسی کشور پیش اومد که میدونی. عرضم به حضورتون در هر صورت ما راهمان را انتخاب کرده ایم و بر راه درست که ما شما اولین مرحله از این انتخاب دینمونو میخواییم. اول اقتصادو نمیخواییم، اول دینمونو میخواییم، بعد البته اقتصادم میخواییم، چون بدون اقتصاد دینمونم لطمه میخوره. هم دست به دامن بشین هر کی هر چی. همینجا شما تنها داری میری به سوی خونه، هیچ کس نیست، تو را میتونه آدم میتونه با امام زمانش صحبت کنه. شما دخالت کن، ما را یعنی کشور ما را به خودش ما مگذار. اگر ما کوتاهی داریم، نقص داریم که داریم، اگر گناه داریم که زیاد داریم، به این نظر نکن، به کرم خودت نظر کن. یه سرنوشت بهتری از آنچه که در گذشته بوده است برای ما رقم بزن. رقم سرنوشت ما به دست توست. یه داستان خیلی سریع من عرض میکنم برای اینکه مطلبی که میخوام. یکی از بزرگان فرمود من این دکتری رو که میخوام بگم، من دکتر رو میشناختم، اما من خودم از دکتر این داستان رو نشنیدم. از سلسله اساتید بود که مردان بسیار بزرگی از علمای خراسان بودن، اونا از اون دکتر شنیده بودن. دکتر یه روز تو مطب بشه، یا آقای اومد گفت آقا یک گلوله تو پای منه، باید عمل کنی در بیرون. نمیشه آقا، تو مطب نمیشه. نمیشه، تو مقدماتش جور کن. مثلا اگر چاقوی جراحی لازمه، مثلا سوزن نخ لازمه، اینا رو تهیه کن، من هستم. مثلا ایشونم به سرعت رفت اینا رو تهیه کرد. گفت آقا باید بیهوش کنی، درد انقدره که تو نمیتونی تحمل کن. گفت گیر نداره، درست میشه. رفت خوابید روی تخت. بسم الله الرحمن الرحیم، مرد. معاینه کردم، مرد. قلب دیگه عمل نمی کنه، هیچ تفر حرکت قلب من احساس نمی کنم، مرده، نه نفس می کشه. من خیلی تعجب کردم، اصلا گیج شدم. اما حالا دیگه گلوله رو از پایین در بردم، بخیه کردم، بستم، یه تکونی خورد، بسم الله الرحمن الرحیم، بلند شد نشست. اینقدر گیج شده بودم دیگه نتونستم چیزش بپرسم. این رفت. بگم آدماشو میشناسین و گوینده واسطه ها همه شراختن، از بزرگان هم، یعنی از افتخارات هم. هر روزم به حضور رفت، منم تو گیج موندم. یه روز گذشت، دو روز گذشت، سه روز گذشت، چهار روز گذشت، تو خیابون دیدم. آقا سلام، تو کی هستی؟ تو از اصحاب امام زمانی؟ گفت کجا؟ اصحاب امام زمان کجا؟ من کجا؟ اونها اکسیر اعظم هست. اکسیر اعظم یه چیزیست که یه مثقالش میریزن تو کیمیا، یک کیلو کیمیا درست میشه. کیمیا چیه؟ یه ذرهش یه من طلا درست میکنه برای شما. مثلا اونها اکسیر اعظم هست، ما کجا و آنها کجا؟ حالا گیجی داره افسوده میشه. اون وقت روسا توی مشهد بودن، لشکر آوردن به ایران، آذربایجان رو گرفتن، تا قزوین اومدن، خراسان شهر مشهد رو هم گرفتن. سربازاش تو این شهر دارن حکومت میکنن، دولت هم هیچ قدرتی نداره. گفتم آقا اینا رو میبینی؟ ناموس ما، جان ما، همه چیز ما به دست اینا در مرز خطره. دقت کن، فرمود خب بروند. شوخی میفرمایید؟
بروند. گفت فردا صبح دیدیم که این ماشینای نفربر داره سوار میکنه، سربازا رو رفتن. بروند گفت. کی؟ یه کسی که دستش به دامن اصحاب امام زمان نمیرسه. اگر خدا مرحمت کنه یه وقتی تو طول عمرش یه بار دو بار ممکنه اصحاب رو زیارت کنه. گفت بروند. رفتند. حالا ببینید این دست سومه، اون اصحاب چیه؟ چقدر قدرتمندن. امام چیه؟ اون هست، زنده است، گوشش در نهایت شنواییست. اگر یه دل سوختهی از جمع ما، از هر جای دیگری، یه دل سوختهی به درگاه ایشان دست به دامن بشه، ممکنه سرنوشت کشور ما عوض بشه. دیشب یه چیز عرض کردی، عرضم به حضورتون، عرض کردم تنهایی، آدم میرسه تنهایی. قرآن در مورد قیامت فرموده ذلک الیوم الحق، ذلک الیوم الحق. اینو معنی کردن بعضی از آقایان که قیامت روز حق است. عبارت دیگه عرض میکنم، قیامت روز بروز و ظهور حق است. قیامت روز بروز و ظهور حق است. یک ذره، یک سر و سوزن ناحق در قیامت نیست، یک سر و سوزن خیال در قیامت نیست، یک سر و سوزن قرارداد در قیامت نیست، یک سر و سوزن اعتبار در قیامت نیست. اونا که کمی سنشون بیشتره قبل و بعد انقلاب رو دیدن، یادشونه تا قبل از انقلاب اسکناسی بود که عکس شاه روش بود، بعد از انقلاب بی اعتبار شد. ببینید اعتبار، بی اعتبار شد. از این نوع اعتبار که ما قرارداد میکنیم اینجا مسجد است، خوب میشه مسجد، بعد اون پهلویش خانه است، خوب خانه است، بعد این خانه مال مثلا 5 نفر است، مال 5 نفر است، قرارداد میکنیم مثلا یک کسی از همین پولایی که قراردادیه میاره که مثلا 100 متر تو این زمین خرید میکنه خونه، قرار داده، اینا قرار داده است مال این عالمه. اونجا هیچ قراردادی وجود نداره، هرچی از حقیقته. بنابراین اگر شما یه قطره اشک حقیقی بردی میخرن، اون یه قطره رو میخرن، اما اگر نه، اگر نه، اگر دوستی به معنای حقیقیش بردی اونجا به کار می آید، به کار می آید، دوستی حقیقی به کار می آید. نماز حقیقی، نماز حقیقی کجا گیر می آید؟ اگر نماز حقیقی بردی آنجا به کار می آید. گرونم می خرم. روزه همینطور. یه داستانی میگن، حالا داستانه، از یک مرد خیلی بزرگی
خیلی بزرگ. معمولا شب جمعه می رفتن از نجف به کربلا. اتفاقا ایشون دیر شده بود، نرسیده بود به اون، مثلا سایر دوستانش که با اونا مثلا با ماشین با مثلا کاروان اسب بدم شطور اینا بره، ناگزیر شده بود که خودش تنها بره و راه خیلیه 70-80 کیلومتره. خب رفته بود و تو راه هم کفش درستی هم که نداشت، نه پولی داشت که ماشین مثلا مجزا اجاره کنه، نه کفش درستی، با همون کفش مثلا رفته بود و تو پاش خار رفته بود و این مدتی سیریه درخ نشست، خارا رو از پاش در آورد. این مثلا پیش خودم آدم فکر میکنه خب اینم زندگی شو، تو 2000 نداشتی یه ماشین اجاره کنی بری، یه مقداری حالا تا یه مثلا شکایتی. بعد یهو بیاد آورد که خب تو مثلا امام حسین رو دوست داری، تو چی از اون نعمت های خدا یادش اومد، یه سری نعمت های خدا به خاطرش گذشت، یه الحمدلله از عمق دلش گفت. ایشون رفت از این عالم. خب چی آوردی بر ما؟ تو قبر که میذارن میگن برای ما چی آوردی؟ نماز. آقا من 60 سال مثلا 50 سال 40 سال نماز خوندم، نمازت این اشکال داشت، با فرشتگان به فرشتگان حسابگر که چون اتون بحث کنین که بحث کرد، دلائلش رو رد کردن، 2 مرتبه بحث کرد، یعنی یه دلیل تازه آورد رد کردن، دلیل تازه آورد رد کردن، نماز با روزه مطرح کرد، هی گفتن و گفتن و گفت و گفتن و گفتن، روزه به باد رفت به باد رفت به باد رفت به باد رفت. من هیچی ندارم، تموم شد، من تسلیمم، هیچی ندارم. گفتن نه، یه چیز قیمتی پیش ما داری. چی؟ یه الحمدلله گفتی، اونو ما به صورت یک جواهر قیمتی در مثلا فرض کن صندوقی مثلا برای تو نگه داشتی، یه الحمدلله در حد خور قیامت، یعنی الحمدلله حقیقی که مورد پسند قرار گرفته است. تو با این به همه خوشبختی ها مثلا میرسی. اونجا عالم عالم حقیقت هست. از کی حقیقت هست؟ از لحظه مرگ تا قبل از مرگ عالم عالم دروغ هست، کلک هست، بقه هست، عرضم قرارداد هست، حرفهایی من حرف میزنم حرف نصفش درسته هست، هزار جور چیز هست، حقیقت هم هست. الان این بلندگو داره کار حقیقی میکنه، صدای منو بلند میکنه، خب این حقیقت هست. مثلا فرض کنید که این ستون داره کار خودشو میکنه، اما اونجا دیگه هیچی غیر حقیقت نیست. من اگه حقیقت بردم نبردم سلام.